اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قبول باشه طاعات و عباداتتون و نمازهاتون. امیدوارم که ما رو در این لحظات زیبا از دعای خیرتون فراموش نفرمود. دوستان و بزرگان و دانشمندان علم روانشناسی توصیه میکنند با خودتون تکرار بکنید که من عالی هستم و حالم خوبه و نظایر اینها، چرا که هر چرا در فکر و اندیشه ما رقم بخوره در اعمال، رفتار و گفتمان ما هم تأثیر میگذاره و ما رو به شکل و شمایلی که فکر میکنیم تبدیل میکنه. خیلی جالبه و قابل توجهی که اسلام نسبت به نیت و فکر و اندیشه ما هم اهمیت بسیار زیادی رو قائل شده، کما اینکه در روایات داریم که نیت و مؤمنه خیر من عمله. لذا اگر دقت کرده باشید و شنیده باشید، در باز کلام بزرگترها به ما این چنین رسیده که اگر شما نیت کار خوبی رو انجام بدید و در ذهنتون مرور بکنید که من فلان حرکت رو انجام بدم، به یک بی بضاعتی کمک بکنم، دختر جوانی رو به دلیل مثلا منتظر جهازیه بودن کمک بکنم به زندگی و خانه بخت بره و امثال اینها، اما در توان شما نباشه، همین که نیت میکنید و فکر و ایده مثبتش توی ذهن شما رقم میخوره، خدا برای شما حسنات رو مینویسه. اما از اون طرف اگر خطا و گناهی هم توی ذهن شما باشه رو تأمل میکنه به جهت رأفت و رحمتش. اما آدمهایی هم که منفی فکر میکنن متاسفانه به کار منفی رجوع پیدا میکنن. پس توی این اوقات زیبای عبادت خدا که هر لحظه ما باید ممزوج و منقوش باشه به رنگ و شکل خدایی، از خداوند متعال بخوایم فکر و ایده ما رو به خوبی ها سوق بده. اهدنا الصراط المستقیم. خب من اطالعه کلام نمی کنم، محضر جناب استاد حضرت حجت الاسلام وافی هستیم با مبحث نظام خانواده اسلام. جا سلام علیکم. سلام عرض میکنم خدمت شما، به شما و هم بیندگان. میلاد با سعادت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام رو تبریک عرض میکنم. من شما تبریک عرض میکنم، انشالله که پر خیر و برکت. مناسب میدونم که در آغاز سخنم روایتی از امام جواد علیه السلام در فضیلت زیارت امام رضا که در مفاتیح هم ذکر شده که حضرت فرمودن زیارت امام رضا معادل 1000 حج مقبول. ببینید اگه بخوایم توش خورد بشیم، معمولا هر انسانی چقدر امید داره عمر کنه، نه چقدر عمر میکنه، امید داره مثلا 90 سال 80 سال، حالا ما نیت خوب داشته باشیم، ما میگیم 100 سال برای اینکه شما فهمیدین نیت خوب 100 سال. اگر کسی به جای 100 سال 1000 سال عمر کنه، یعنی 10 برابر، و هر سال هم توفیق تشرف به حج رو داشته باشه و تمام حجهاش هم مورد قبول قرار بگیره، با این سه نکته میشه معادل زیارت امام رضا علیه السلام. اگر هم کسی بپرسه که خب این خیلی زیاده، یک زیارت معادل 1000 تا حد، چرا آخه؟ قبلا بحثش کردیم توی اربعینی در مورد فضیلت زیارت امام حسین بحث کردیم که علت مقایسه زیارت امام حسین با حج، 10 حج، 100 حج، 1000 حج، 1,000,000 حج چیه؟ مفصل با همگی صحبت کردیم. انشالله که خدا در دنیا زیارت با معرفت حضرت و سایر ائمه معصومین و در آخرت همه ما رو مشمول شفاعت اون حضرت قرار بده انشالله. خب هنوز تو فضای خواستگاری ما خیلی طولانی نشه این داماد عروس خانم جناب مثلا موسوی چقدر کنسل نکنن. جناب آقای موسوی، من فکر میکردم که ازدواج که یک امر ساده ای بوده چقدر پیچیده شده. آره که ما الان داریم 25 جلسه، من نگاه میکردم به این فهرست 25 جلدم صحبت میکنیم، نمیگم الان صحبتامون انشالله که مفید بوده باشه و بالاخره وقتی پیچیده شده بعد یه جوری بازش کرد. بله. ولی اینجور نبوده واقعا. ازدواج ما مثال هایی هم قبلا زده بودیم، اونقدر پیچ تر پیچ شده این ملاک ها، معیار ها، این که ما مجبوریم این همه صحبت کنیم، گرچه صحبت های ما در راستای انشالله باز کردن اون گره هاست و اون موانع خودساخته یا توهمی. ببینید جلسه قبل عرض کردم که وقتی اون جویبر حضرت بهش فرمودن چرا ازدواج نمی کنی یا اینها، بعدا اون زلفا رو بهش پیشنهاد کردن، خب شخص فقیر سیاه چهره
بی اصل و نسبی بود، به خلاف دقیقا زلفا که دختری که از اشراف عرب بود. باقا اینو به من نمیدن. حضرت فرمودن المسلم کف المسلمه، این یه جمله تمام حرفای ماست. آقا دوتا مسلمان میخوام برن زیر یه سقف، یه چار پنج تا پنج شیش تا مسلمان دیگه ایجاد تقویم جامعه شیعی و اسلامی بکنن. خیلی خوب، هر دو نفری با هم اختلاف سلیقه دارن، بلکه ممکنه اختلاف عقیده داشته باشن، اما ساختن یعنی چی؟ ساختن آدم دو نفر کاملا مثل هم باشن، خب مثل هم یه نفر دیگه. فقط حضرت زهرا و امیرالمؤمنین زن و شوهر معصوم، تنها زن و شوهر معصوم از زمان آدم تا خاتم تا قیامت این دو نفر هستن. اما غیر از اینها قطعا اختلاف سلیقه عقیده باید بتونن با هم بسازن. حالا نه بسوزن و بسازن، آقای میگین بسوز و بساز، نه جان. این سوختن ناشی از اینه که خیال میکنه این ساختن یه امر خیلی مشقه. نه، دو تا مسلمانی، حالا بالاتر از مسلمان دو تا مؤمن شیعه محب به اهل بیت، هر دو میرن روزه شرکت میکنن، اشک میریزن، هر دو خیلی از مشترکات با هم دارن. مشترکات آره، داشتن مهمه، ولی امکان نداره دو نفر نیست. این معیارهایی هم که میگن امکان نداره. اون دعایی که ما قبل از خواستگاری گفتیم هفتا، اونا دیگه ایدئاله، اما قرار نیست که اون ایدئال محقق بشه، باید سبک سنگین آره. کرد. خیلی از سنگها را ما جلوی پای خودمون انداختیم، به چند تاش اشاره کردم جلسه قبل، بحث سن و نژاد و شهر و حتی زبان و اینها. به چند تا دیگه اشاره بکنم بد نیست، چون همین چند روز پیش برای من اتفاق افتاد. یه بنده خدایی زن زد میخوام بریم خواستگاری، خب این پدر و مادر دختر از هم طلاق گرفتن. گفتم خیلی خوب، چه عیبی داره پدر و مادر دختر از هم طلاق گرفتن؟ میگفت نه، این دختر دیگه طلاق براش لابد عادی شده. گفتم اتفاقا ممکنه برعکس باشه، به خاطر اون سختی هایی که کشیده الان دیگه مراقب زندگیشه، مراقب باشه کار به طلاق نکشه. ببینید هیچ روایتی آیه ای حتی توصیه از علما ما نداریم که آقا با دختری که پدر و مادرش از هم طلاق گرفتن ازدواج نکنید. حتی دختری مسلمانه پدر مادرش کافره، دختری شیعه است پدر مادرش سنیه، ببینید هیچ ربطی نداره که من با این اتفاقا این موارد سازگارتر و بهتر از آب در میاد، خواستر میشه. گاهی میشه پدر و مادر، پدر یا مادر یا هر دو از دنیا رفتن. اینم من زیاد شنیدم. برای خود یکی از آشنایان ما یه خواستگار اومد، من خیلی ناراحت شدم، یعنی الان به یادش میافتم قضیه ناراحت میشم. بعدن زنگ زد گفت مادرش، خب پدر این دختر خانم، یه دختر نوجوانی از دنیا رفته، گفت اینا اومدن خواستگار، اومدن نشستن صحبت‌های مقدماتی، همین که بحث رسید به این که پدرش کجاست، گفتیم پدرش از دنیا رفته، جناب آقای موسوی پا شدن رفتن. عجب، اصلا اینا چه آدمایی بودن؟ اصلا نگفتن حالا خدا رحمتش کنه فلان تموم. الان به نظر من مسئولیت پیدا میکنن، اصلا نگفتن که حالا بذار این خواستگاری تموم بشه آره. بعدن بریم یه بهانه جور کن بگیم استخاره خوب نیومد، استخاره همه میگن استخاره. اصلا تا گفتم پدرش از دنیا رفته اینا نگاه کردن، این چه ضربه این دختر میخوره؟ این من نمیدونم آیا اینا که میرن برای ازدواجای بعدی خیر میبینن نمیبینن؟ آخه مادر دختر چه جرمی هم نیست، پدره، این از دنیا رفته، یه یتیمیه. شما اگه با این ازدواج کنید تمام آیات و روایات یتیم عمل کردید. و معمولا یتیم ها حتی بچه های طلاق، حتی بچه های طلاق که اسم بدیه، میگن بچه های طلاق، انگار یه آدم های عجیب غریبی هستن. اینها سختی کشیدن، رنج کشیدن، تجربیات بیشتری دارن. اتفاقا من آماری ندارم، ولی اگه آمار بگیریم حدس میزنم که اینها زندگی کنتر باشن دقیقا. از افرادی که در ناز و نعمت هر جا چشم باز کردن پدر و مادر دارن، هرچی خواستن فراهم بوده، حتی اگه اختلافی هم ندیدن، حتی این اختلافات دیدن باعث میشه که این دیگه از اختلاف بدش بیاد از طلاق بدش بیاد، برعکس حالت انزجاری برای ایجاد شده. بعدش هم شما یه دختری رو نمیخواید تو جلسه خواستگاری، یا برعکس حالا پسری پسنده نمیشه دختری، همونجا به روش نیارید، برخورد بدی نشون ندید، بعدا بیه بهانه ای، یک بهانه ای جور کنید که نشد، حالا بر این آسیب نخوره، حالا یه عیبی داره، فرض کن عیب داره، اما اینا که عیب نبود، ما عیب نباید به روش بیاریم و خیال کنه این دیگه
نباید بره خواستگاری یا کسی دیگه خواستگاریش نباید بیاد، چون این انگ بهش چسبه. خیلی ها انگه، عیب نیست، پدر نداره، مادر نداره، بچه طلاق بوده. یا همین موردی که چند روز پیش با من تماس گرفتن، گفت که ما رفتیم دختر خیلی خوبی بوده، صحبت کردیم، تمام هم نزدیک بوده ذهنیاتمون، فکرمون، اینها رفتیم از در همسایه پرسیدیم، گفتن اینا آدمای خوشنامی نیستن. من گفتم خب خوشنام نیستن یعنی چی؟ علتش چی؟ گفت که خیلی عجیبه، دختر عمه پدر این دختر معتاده. الله اکبر. دختر عمه پدرش معتاد. بابا حتی پدرش معتاد نگفت، پدرش معتاده. دختر عمه پدرش. حالا عمر من خودش هم فرض کن برادرش معتاده. من خیلی نزدیک میگم یه دختری که بقیه معیارهاش مشکل نداره، برادرش معتاده، مگه این معتاد کرده برادرشو؟ بله، اگه برسیم به اینکه این دختر خانم نمیدونم قاچاقچیه، میره مواد مخدر میاره، عده ای از جمله بابا این دختر برادرش معتاده. اگه اینجوری باشیم که حضرت زهرا سلام الله علیه عموی پدرشون ابولهب بوده، زن باباشون عایشه بوده، اینا که ملاک نیست که. خود این مقصر نباشه، مردم یک کلاغ چل کلاغ میکنن دختر عمه پدرش معتاده. میگم دختر عمه خودش هم نه، برای تحقیق، برای تحقیق نزد شما میان مراقب باشید، آدمای خوشنامی نیستن. چرا؟ چون فلان. این باعث میشه یک زندگی، چطور از یک زندگی رو از هم پاشوندن بده؟ خب یک زندگی داره جوش میخوره، من مانعش میشم. این مثل اینکه من این زندگی رو از هم پاشوندم. شاید مشمول اون آیه یفرقون بین المرء و زوجه بشه. حالا یه وقتی متصل هستن ما جدا میکنیم، یه وقتی جلوی این اتصال رو میگیریم، فرق نمیکنه. قرار این دو تا ازدواج کنن، از اینا نسل شیعه پدید بیاد به بهانه‌های واهی که اصلا تو شرع هم نیومده. اینم عرض کنم، اون ملاک‌هایی هم که جلسه قبل و بعد عرض کردیم و زیاد مردمم شنیدن، اینا کلیت نداره. گاهی اوقات بین ملاک‌ها تعارض میشه. مثلا فرض کنید سن دختر خب خوبه که کمتر از پسر باشه. حالا نمیدونم، به روایتی برخورد نکردم در این باره، الان در ذهنم نیست، ولی خب خوبه، چیز بدی نیست که دختر از پسر چند سال کوچه در باشه. حالا اومدم یه دختر هم سن پسره، حالا یا یه سال بزرگتره، ولی از یه جهت دیگه نکات مثبتی داره. این نباید مانع ما بشه. اگر هم ما رو به تحیر رسون، ما در فقه یه بحثی داریم، تعارض روایات، دو روایت با هم تعارض بکنن، میریم سراغ مرجحات. در واضح داره چه مرجحاتی میتونه یک روایت رو بر دیگری ترجیح بده. اگر واقعا ببینیم چند تا نکته مثبت داره، چند تا نکته منفی داره و هیچ کدوم بر اون یکی کاملا غلبه نداره که بشه سرجم بگیم که مثبت هست، خب استخاره خوبه. ما یه بار درباره استخاره صحبت کردیم و بردیم به سمت نماز استخاره و طلب خیر و اینها، ولی واقعا منکر استخاره هم نباید بود. گاهی انسان از تحیر در میاره. بله. حتی بله. مثلا البته برای کسایی که اعتقاد به استخاره داره، اگه کسی واقعا اعتقادی نداره، حتی بودن کسانی که اعتقاد نداشتن، استخاره چیکار کنیم؟ بالاخره دو راهیه. استخاره جایگزین مشورت و فکر نیست، اما گاهی بعد از مشورت، فکر و تحقیق بازم این تحیر باقی میمونه. استخاره دو فایده داره. یکی وقتی استخاره خوب بیاد یا بد بیاد، ما رو از تحیر بیرون میاره، از بلا تکلیفی خارج میکنه. نکته دومش اینه که بعدن هم اگه مشکلی پیش اومد، میگیم خب استخاره کردیم، خوب اومده دیگه، لابد یه حکمتی داره، یک آرامش قلبی بده. بعدن هم به درد میخوره اگه ما استخاره نکنیم، بعدن ای کاش استخاره میکردم. باید همه راه ها رو پیمود. بله، ای کاش مشورت میکردم، ای کاش مشورت کن، تحقیق کن. اگر به نتیجه نرسیدی، استخاره هم خوبه. استخاره برای مشخص کردن پشت پرده است، آینده است، که مشورت و تحقیق از او چیه؟ عاجزه. اگر بین ملاک ها تعارضی شد، ما این تعارض رو نباید ببینیم. گفتیم خیلی از ملاک ها ملاک های مندرآوردی یا خیلی مهم نیست. ببینید، شما فرمودید کمک کنیم به دختردارها یا فقرا، نیازمندان، بحث جایزیه. یکی از کمک ها کمک های فکریه. بله. اجازه بدید که این بحث کمک های فکری رو برای بخش دوم قرار بدم، که ما میتونیم به دختر پسر کمک فکری کنیم. انشالله منظورمو در جلسه در ادامه برنامه عرض انشالله. بسیار عالی. بله، میفرماند که تفکر، تعقل به مرحله تحیر که رسیدیم، دیگه خلاصه با خداوند متعال تحت عنوان استخاره مشورت بکنیم. با ما همراه باشید، فاصله کوتاه بریم برگردیم.
سلام مجدد و عرض خوش آمد به دوستانی که از این تایم با ما همراه خواهند بود و برنامه رو تحت عنوان نظام خانواده اسلامی با حضور جناب استاد وافی همراهی میکنند و میبینند. انشاءالله این تایم باقی مونده برای شما لذت بخش باشه. خدمت شما هستم. عرض میکردیم که یکی از کمک‌ها به دختر و پسر، به خانواده‌ها، کمک فکریه و چندین بار قبلا به عنوان عوض کردن نگاه ازش یاد کردیم. ببینید گاهی برای شخصی یک ملاکی اونقدر مهم میشه که یا مهم نیست یا به اون اندازه مهم نیست. مثلا فرض کنید که زیبایی، خب در روایت هم بود احسنهن خلقن خلقن، ولی چقدر چند درجه مهمه اگه این زیبایی تعارض کنه با اخلاق خوب. مثلا خوش اخلاقه ولی زیبایی اونجوری نداره، نمیخوام بگم چهره غیر قابل تحمل، ولی خب میخوام با این دو نفر با هم دیگه انس بگیرن. بله. اما نه، معمولا کسی که زیبا نیست هم میپرسه آقا فلان چجوری ظاهری، میگن خوبه با نمکه. مثلا این با نمکه یعنی زیبا نیست، متوسطه، ولی خب اخلاق خوبی داره. آره. که اونو پوشش میده. اینا مهمه. آره. که گاهی من دیدم خیلی وقت از حتی رفقای ما که به صرف اینکه گفتن طرف متوسطه دیگه اصلا ادامه ندادن. بابا برو باش بشین صحبت کن، حرف بزن، تحقیق کن، شاید 10 تا نکته مثبت داره. جمال که چند سالی قرار میده، جمال که چند سالی از بین میره. بله اون که بحث هم کردیم. بله. و ملاکای دیگه مثلا خوبه دختر خانواده دار باشه، مثلا فرض کن تحصیل باسواد باشه. خب با سواد الان که میدونید به سیکلی و دیپلمی خیلی شد سواد هم اطلاق نمیشه، من با سواد اما یه وقتی کم سواده اما فهمیده است، اهل روستاست. چقدر دخترای روستایی خوبن. یعنی ما پسرای شهری رو اگه توصیه کنیم به گرفتن دخترای روستایی هم برن تو... اصلا برن تو روستای زمین کشاورزی هم از پدرزنشون بگیرن شروع کنن به کار کردن، همین بشه درآمدی. دختران روستایی، دختران پرکار، نجیب، از اون آلودگی های شهری به دورتر، خب چه اشکال داره؟ دختر نجیب و با اخلاق و متدین ولی روستاییه، فوری با یه انگی دهاتی بودن این الان انگ شده دیگه. آره روستایی قدیم ما تو مدرسه میخونیم خوشا به حالت ای روستایی، چه با صفایی، چه خوب. و آره در شهر ما نیست جز دود و نمیدونم ماشین. لذا ملاک ها رو یه چیزی که مهم نیست مهم میدونه باش صحبت کنه. آقا این مهم نیست. فرض کنید یه مثالی بزنم که با اجازه شما. خواهش میکنم. دختر طرفدار یه تیمه، اون طرفدار یه تیم دیگه، خب همینجوری رهاشون کنیم. فوتبالی نیستم از من اجازه گرفت. اگه همینجوری رهاشون کنیم نمیشه گفت که آقا بذار، خب بابا اینا شاید هر مسابقه بزنن سر کله هم دیگه دعوا کنن قهر کنن، باید باشون صحبت. آقا این دو تا تیم که اینقدر مهم نیست، شما میتونی اصلا عوض کنی. شما میتونی عوض کنی، شما هر تیمی که برنده شد طرفدارش باش، هر وقت اون طرف شما طرفدار اون باش. ما گاهی اوقات با بچه‌هامون که بالاخره طرفدار یه تیمی هستن شوخی میکنیم، میگم چرا طرفدار این هستی؟ این مثلا میگن این مثلا دوبار برده، خب یه 10 بارم باخته. اونورم گاهی اوقات طرف به یه تیمی انگار قسم میخوره، من طرفدار این تیمم، هر چم که میبازه دست از این تیم بر نمیداره، به اون طرف فوش میده. اینا تعصبات بسیار بیجاست. صحبت کنید که آقا شما حالا این دفعه با هم طرفدار این تیم باشید، اصلا این تیم ها مهم نیست، خود این دو تیم در تیم ملی با هم هم خود این دوتایی که شما سرشون دعوا میکنید گاهی سکته گزارش میشه دیگه، گاهی آقا تو بازی ها میگه طرف سکته کرد که تیمش باخت. خب این دوتا تیم که دشمنم، اینا توی مراحل بالاتر با هم دیگه در مقابل تیم‌های خارجی بازی میکنن، با هم دوستن، رفیقن، سر یه سفره میشن، غذا میخورن. مثل این قضیه بعضی این تعزیه ها بازی میکنن، مثلا نقش شم رو بازی میکنن. قدیما بود که اون کسی که نقش شم رو بازی میکرد تا چند ماه میرفت مخفی میشد که مبادا مردم ببیننش بابا این داره نقش بازی میکنه. یکی از اساتید ما، حالا چون ایام عیده نقل میکنم، میگفت ما در تهران تعزیه تماشا میکردیم، تعزیه امام حسین و شمر اینا، میگفت همیشه میخواستم ببینم این شمر امام حسین وقتی تنهان چجور هم با هم دیگه. یه بار با یه زحمت و سختی رفتم بالای جایی که اونجا محل استراحت اونجا بود، رفتم بالا دیدم ای سوراخی میکنم، ای شمر امام حسین دارن سر سفره با هم غذا میخورن. میگفت تو عالم بچگی خیلی تعجب کردم،
حالا تعبیرش این بود که بگم دستشون توی کاسه از اینا، چطور جلو ما و اینه بابا، اینا بازیه براشون جا بندازیم. ببین که آقا جا نندازیم، بگیم آقا بیخود کردید مثلا، شما برید زندگی کنید، المسلم و کف المسلم. خب اینا با هم دیگه چه بسا نمیدونم، من نشیندم شاید آمارهایی از طلاق به خاطر اینم داشته باشه. بله متاسفانه. اینو یا چیزی که مهم نیست کاملا بی اهمیت بودنش رو اقناع کنیم، یا اینکه نه که خیلی زیادتر از حد مهم میدونن، مثلا 10 درجه مهمه، اینا چی؟ 100 درجه. بیاریم تا 10 درجه. این کمک های فکریه که خب برم بشه مشاوران با تجربه. مشاورم صرفا مشاور رسمیه که بعد نوبت بگیریم پول بدیم نیست، تو فامیل، تو اقوام بزرگی، گاهی پیرمردا، پیرزنا، یه پیرزن بی سواد، اینو دست کم نگیریم. من گاهی تبلیغ میرفتم تو روستاها، این پیرزن و پیرمردا واقعا غنیمتن، آدم میشینه پای حرفشون، بی سوادن ولی حرفایی میزنن گاهی میبینه که عین این حرفا تو رواد هست، چون مطابق با فطرت ناشی از تجربه است. توی یه پیرزن مثلا 80 ساله تو عمرش 100 تا طلاق دیده، 200 تا ازدواج دیده، 300 تا اختلاف دیده، اینا کم کم اینو پخته کرده، میتونه به ما با همه بی سوادیش راهنمایی کنه. یه راهکار دیگه هم عرض کنم در این جلسه، اگر اینم بد نیست، نشیندم کسی اینجوری پیشنهاد بکنه، بریم طلاق‌ها رو بررسی کنیم. حتما گزارشاتی هست، حتی کتاب‌هایی باشه، یا کسایی که قاضین، وکیلن، علل طلاق‌ها چی بوده، اون علل رو از ریشه و از چشم جلوش رو بگیریم. گاهی علل بی خودیه، همین ممکنه سر دو تا تیم با هم، این ظاهرش بی خدا، برای من اون دو تیم مهم نیستن، برای این مهم من. من به بچه‌مو بخوام از پای تلویزیون بکشم، میگم آقا این چیه، بزن کانال اخبار. گاهی میگم بزن اخبار، میگه اخبار چی داره، راستم میگه. فکر میکنم خب اخبارم همینه دیگه، امور سیاسی هم تو سر کله هم دیگه میزنن، حالا اینا فوتبالی شده. بله. حرف قشنگی میزنه، میگه آقا این چیه، اینم که همش داره میگه، اون به شما میگه شما به او، این طرز درستی نیست. من فقط میگم بذار کنار، مهم نیست بابا، برای او مهم شده، باید ببینیم چرا مهم شده. اگر بخوایم ببینیم چرا مهم شده، گاهی هم میافتیم ما تو دامش. اگه واقعا مهم میخوام منم طرفداری کنم، اگه مهم نیست بتونم اینو اقناع کنم. اگر بشه یه آماری از علل طلاق، چه بسا همینم سرچ کنیم توی علل طلاق، مقاله ها یا کتاب های بیاد، علل طلاق یا علل طلاق بیخودیه، بیخود به نظر ماست. میگه آقا خانمی نوشته بودن که یه جا میخوندم که درخواست طلاق کرده، میگفت شوهرم دست تو بینیش میکنه و من از این چی بدم میاد، ما خندمون میگیره. آخه به خاطر دست تو بینی کردن که آدم از شوهرش طلاق نمیگیره؟ خب بابا این بدش میاد، این حالش بد میشه. مثلا شما به کله پاچه علاقه داری، خب ما یه داماد داریم از کله پاچه متنفره. یه بار گفتم بریم کله پاچه، حالا ایام ایده میگم دیگه، امروز اینجوری شد، بردمش کله پاچه، صبح زودی هم بود، همین که وارد کله پاچه ای شد حالش بد شد، رفت بیرون و ما کله پاچه گرفتیم می‌خواست ببریم خونه. گفتم چرا حالت بد شده؟ آقا یه چیزی گفت که منم دیگه از اون به بعد باید دقت نکنم بهش. گفت وارد شدم این کله ها رو گذاشته بود جلو، دیدم یه کله دقیقا جلوی من، دندونای این گوسفنده سیاه پوسیده. خب من چی دارم میخورم؟ دندونهایی که پوسیده، علف خورده، نجاست، پاکی، اینا. گفتم راست میگه، ما همجوری میگیم کله باچه میخوریم. گاهی اوقات انسانهایی از باقی مونده یا آب برادرشون نمیخوره، اما کله باچه رو با لذت میخوره. خب یه علت، من نمیتونم بگم آقا باید به زور کله باچه بخوری، چون من دوست دارم تو هم باید بخور، خواستم داره، به اینا توجه نکن. خب این زورگوییه و هیچ وقت هم از نتیجه نمیده. اگه میتونم قانعش کنم، قانعش کنم، اگه نه اون منو قانع کنه که من دیگه کله باچه نخورم، اگر نه دیگه اجبارو برداریم. این که من اولم دیدم خندیدم، خب یعنی چی دست تو بینیش میکنه، شما طلاق میگیری؟ خب بابا دست تو بینی نکن، یعنی کارهایی که زن حساسه یا از اون طرف مرد حساسه به نظر من مهم نیست، اما به نظر این مهمه. دو راه دارم، یا ول کنم این کارو، انجام ندم اگه واجب نیست، لازم نیست، حتی اگه لازمه جلو این انجام ندم، چه کاریه بلد. لازمه مثلا، خب، یا اینکه بشیم هم صحبت کنیم بتونم قانعش کنم یا قانع بشم که این کار بده یا خوبه. پس علل طلاقی که ما بررسی میکنیم بعضیا بی خوده، ولی باید راه قانع کردن طرفو پیدا کرد. بعضی هم با خوده، اونها چطور مثلا فیلم رو برمیگردن عقب، شما این یه فیلمی رفته اونجا به طلاق کشته، خب شما برگرد عقب،
از این به بعد شما که میخواید اتفاقا این علل طلاق رو اگه برای زوجهای جوان بیان کنن خیلی خوبه. ببینید آقا تو این محله ما، تو این شهر ما، تو این کشور ما 100 تا 50 تا 30 تا 40 تا علل مهم و پر بسامده، بسامد میگن شاید طلاقه. خب شما مراقب باشید، اینا زندگی خراب کنه، اینها زندگی ادعی را به هم پاشونده. شما از اول مراقب باشید که اینها باعث جدایی و انشقاق بین شما نشه. اینم راه حل خوبی. بسیار عالی. یه نکته هم عرض کنم در پایان. بله خواهش بفرمایید. من در جلسه‌ای از جلسات قبل نام ویلدورانت رو بردم و از کتاب لذات فلسفه نقل کردم و مثالی به مختار زدم، مختار ثقفی معروف. بعضی اعتراض کردن که ویلدورانت، درسته شما از کتاب لذات فلسفه چیزی نقل کردید، اما در تاریخ تمدنش وقتی رسیده به بحث اسلام، شیعه و سنی و اینها طرفدار سنی ها شده مثلا. خب ما بارها تأکید کردیم که نام شخصی رو میبریم و از کتابی از کتابهاش نقل میکنیم اصلا به معنای تأیید اون شخص به نحو مطلق و همه کتابهاش نیست. اگرم من گفتم مؤلف کتاب تاریخ تمدن، میخواستم معرفیش کنم چون به اون کتابش معروفه. بله. وگرنه من کتابش رو نخوندم، تاریخ تمدن رو نخوندم و چه بسا یه مستشرق دیگه، یک آمریکایی حالا اومده تو بحث شیعه و سنی فکر کرده که مثلا حق با سنی بوده یا شیعه، اونو اصلا ما کاری نداریم. مثال مختارم برای یه هدفی بود. حالا این مختار آیا قیامش بر حق بوده، به ناحق بوده، آیا کارهایی که انجام داده مورد تایید ائمه بوده نبوده، اون بحث خودش رو داره. ما به طور کلی میتونیم بگیم که اگر از جانب امام زمان خودش امام سجاد مأذون بوده، خب بر حق و رحمت الله علیه. اگر بدون اذن امام قیام کرده، قیام بدون اذن امام امام حیاش باطل، باطل هم که باشه ولو اینکه به هدف حقی باشه. تو چه حقی داره وارث امام اینجا نشسته امام سجاد علیه السلام بدون اذن او بخوای انتقام خون پدرش رو بگیری؟ تو که منتقم نیستی، منتقم فرزندانش هستن. لذا کلی میگم، اصلا هم در این بار با این بحث وارد نمیشم، محققین بحث کردن، شاید خودتون هم برنامه داشته باشید. پس ما مثال به شخصی میزنیم، اون جهتش منظوره و ممکنه از این به بعدم نام کتاب یا مؤلفی رو بیاریم، اون نکته‌ای که عرض میکنیم منظوره. بله. هیچ مؤلف و کتابی که توسط غیر معصوم نوشته شده ما آری از هر گونه اشتباه و خطا و لغزشی نمیدونیم. بسیار عالی، توضیح کامل و خود جامعی بود. امیدوارم دوستانی که اعتراض داشتن نسبت به این موضوع هم پاسخشون رو دریافت کرده باشن. بله، برادر، فضای برنامه و علمی بودن کار، انسان از آدمها و نویسندگان و متفکران مختلفی سخن به میان میاره، منتها دلیل بر این که کاملا و جامع بودن اونها جز حضرات معصومین چیز دیگری در فکر و ایده ما نیست. انشاءالله که کلیت برنامه برای شما مطلوب باشه. خیلی ممنونم از جناب آقای قافی عزیز و دوست داشتنی و شما بینندگان که تا این لحظه و پاسی از روز با ما همراه بودید. یک بار دیگه پیشاپیش سال روز ولادت امام رضا رو تبریک عرض میکنم. در پناه حضرت حق باشین. یا علی مدد. آمون چک. خداوند، خداوند، ای خدای تنهایی، آن زمان که همگان به انسان پشت می کنند، تنها حضور تو تنهایی را تراوت می بخشد. خودت را از ما دریغ مکن خدایا. خدا خداوندا، دست من تهی از طاعت و آلوده به معصیت است، اما دل من سرشار از عشق و محبت توست. به دست من نگاه نکن، به دل من هم نگاه نکن، به دست و دل خودت نگاه کن.